امیدوار به پنجمین صعود، پنجمین چراغ روشن. خیابونای روسیه سال دیگه باید منتظر رد پامون باشن، منتظر تیمی که این بار برای صعود کردن خودشو به آغوش اما و اگرها متصل نکرد، که برای بازگشت به زندگی به دستگاه شوک نیاز نداشت، که نبضش همیشه میزد و علائم حیاتیش حیاتو از رقبا میگرفت. برخلاف همیشه این بار خوب شروع کردیم و خوب ادامه دادیم. تیم منطقی، صبور، خستگی ناپذیر و فرصت طلب کیروش بلد بود از کوچکترین روزنه ها پنجره های رو به روسیه بسازه. داستان قورو و حلوا رو خوب شنیده بود. ایران با دژ مستحکم دفاعی و ستاره های جذاب هجومی بهترین تیم گروه بود. کلکسیون هوس‌انگیزی از ایده و اجرا، تو زمین خودی نفوذ ناپذیر و تو زمین حریف سمج، همه گزینه ها روی میز بود. ما بهترینش رو انتخاب کردیم. پنجمین صعود. حالا 39 سال از اولین صعود تاریخ تیم ملی به جام جهانی میگذره. 1978، تیمی که با 3 قهرمانی متوالی آقای آسیا بود، تیمی که المپیکی شده بود، به جز صعود به جام جهانی هیچ نقشه ای تو سر نداشت. بچه های جام که حالا تیم ملی رو پرسورتر و پرتوانتر حالا کمایش تیفون گل گل تیم ایران اولی گل رو میزنه علی فردین. صعود به جام جهانی اما سخت و پیچیده به نظر میرسید، چرا که جام جهانی 16 تیمی فقط برای یه تیم از کل آسیا و اقیانوسیه جا داشت. تو دور اول گروهی اونقدر خوب بودیم که بازی آخر جلوی عربستان با تیم دوممون به زمین رفتیم. به حال اون عربستان شد حتی بیشتر از یه دقیقه سکوت کرد. دور دوم کار سخت‌تر شد و حریفا بزرگتر. استرالیا، هنگ کنگ، کره جنوبی و کویت. توپ قفوت. قفور به صادقی. صادقی شوت می‌زنه. روشن گل! گل! شرایط به نفعمون نبود اما از شرایط بهتر بودیم. دبل کردن کانگروها رمز اولی صعود تاریخ بود. گل جهانی، جام جهانی، قفور جهانی. برای دومین صعود 20 سال صبر کردیم. 20 سال طولانی و پرحادثه. این سالا پسرامون به جای زمین فوتبال وسط میدون جنگ بودن و وضعیت قرمز پناهگاه‌های شهر رو پر از آدم می‌کرد. نسل 98 اما انگار ظهور کرده بود که غم‌ها رو تجزیه کنه، که غرور رو به لغتنامه‌ها برگردونه، که خدا رو به ما و ما رو به آرزوهامون نزدیک‌تر کنه. حتی با اون ستاره‌های طلایی داستان صعود 98 داستان عجیبی بود. یه درام واقعی، روایت قهرمانی که مدام زمین می‌خوره و متوقف نمیشه، مثل دونده‌ای که خار رو از پاش بیرون می‌کشه و ادامه میده، مثل بوکسوری که از وسط شمارش داور به بازی برمیگرده تا با صورت خونی لبخند بزنه و اعتماد به نفس از حریف بگیره. 17 مالدیو محصول شیرین همین دوران بود. تو دور بعدی از بین عربستان، چین، کویت، قطر و ایران فقط تیم سرگروه به جام جهانی می رفت. تا قبل از 3 بازی آخر باد به پرچم ایران می وزید. اما رشته موفقیت ها پاره شد. ستاره ها عصبانی و کم صبر شدن و با نتایج 3 بازی آخر به رده دوم گروه تکیه زدیم. بازی اول پلی آف رو به ژاپن باختیم. و حالا برای جهانی شدن چاره جز کنار زدن استرالیا نداشتیم. شیرین ترین تساوی 2-2 تاریخ فوتبال تو ملبورن به دست اومد. دایی یه فرصت خوب برای پشت مدافع خلاد عزیزی توی دروازه، توی دروازه گل برای ایران. خلاد عزیزی باز هم روی زمین رو تو دروازه میکنه. خلاد عزیزی باز هم روی زمین. باور کردنی نبود اما مسافر جام جهانی شدیم و ستاره‌های خوشتیپ استرالیا حالا باید فقط نگاهمون می‌کردن. تبریک میگم به همه شما. بنده واقعا
نمیتونم صحبت میکنم همه تا نزید. مقدماتی جام جهانی 2006 پایان خوشی داشت، اما تو شروع دلهره‌سازتر از همیشه بود. باخت خونگی به اردن تو مرحله اول مقدماتی تیم برانکو رو زیر تیغ برد. تیمی که برای رفتن به دور دوم مقدماتی باید اردن و قطر رو تو دوتا بازی سخت خارج از خونه شکست میداد. ایران اما هر دو بازی رو برد. سخت، نزدیک و شاید حتی معجزه آسا. تو مرحله بعدی برای صعود به معجزه نیاز نداشتیم. ایران با انبوهی از لژیونرا از گروه ژاپن، بحرین و کره شمالی به عنوان تیم دوم صعود کرد. فروردین 84 با بردن ژاپن برای صعود آماده شدی. ضربه میزنه بعد خود علی کریمی با پای چپ ساعت میگه یک ضربه زن. گل صعود چه کسی زد؟ محمد نصرتی. فریدون زنده سانتو روی دروازه یک ضربه زن. گل تیم ایران توسط نصرتی زده میشه. چه کسی گل میزنه؟ محمد نصرتی. این گل رو به دروازه بحرین زدیم. بحرینی که این بار فرصت نکرد با پرچم هیچ کشوری روبروی نگاه ما دور بزنه. این بار هم سزاوار صعود بودیم، شایسته جشن پیروزی. بعد از صعود پایان این دیدار به صدا در میاد و صعود تیم ملی فوتبال کشورمون به رقابت‌های جام جهانی 2006. ما به جام جهانی صعود کردیم و بعد سلام گفت به آلمان. به جام جهانی بعد سلام بگیم. زخم مرحله مقدماتی جام جهانی 2010 هنوز روی صورت یوز پلنگا بود که کارلوس کیروش نقشه برزیل رو دستمون داد. شروع خوبی نداشتیم. ازبکستان رو با خوش اقبالی محض کنار زدیم. قطر رو تو تهران نبردیم و ناباورانه به لبنان باختیم. گل جواد نکونام برای ایران 10 نفره روبروی کره جنوبی سیلی بیدار کننده تیم ملی بود. باخت با ازبکستان دوباره رشته های سرنوشت ایران رو گره زد. اما سه کلینشیت و سه برد مأموریت سخت صعود رو ممکن کرد. تمام پیشگوها بازی رو به اراده تیم کیروش باختن. یک سری حمله برای تیم ایران شکل میگیره. یه اشتباه حرکتی از کوچان نژاد، مستقله کوچان نژاد توی دروازه، توی دروازه گل برای ایران. گل مارکدار صعود و ستاره شماره 16 زد گوچی. توپ ربایی، فرار، ضربه استثنایی رضا. حالا سهممون از سامبای برزیلی رو تو خیابونای ایران میدیدیم. منتظر سوت پایان هستیم. سوت پایان این مسابقه و سوت تاریخی ایران به رقابت‌های جام جهانی 2014. شاید وقتی جام جهانی 40 تیمی بشه دیگه یاد هیچ کس نمونه همه این سالا چقدر مرارت کشیدیم برای سوت. داستان ایران و جام جهانی هیچ چیز کمتر از عاشقانه های ناب روزگار نداره. داستان بیستون هایی که توی زمین فوتبال بین ما و محبوبمون فاصله انداخته بود. داستان ناکامی هایی که ما رو نکشت، قوی ترمون کرد. کامیابی ها چشممون رو نبست. حالا دوباره اینجاییم با حال خوب و باد موافق، با بلیط های روسیه در جیب و آرزوهای بزرگ در سر.